سلام، شب درخشان اسکار 2023 به پایان رسیده و حالا خیلی نشستن دارن در مورد برنده ها و بازنده ها گپ میزنن. هر دو بازیگر زن برنده اسکار نقش اصلی و مکمل طرفدارا و منتقدایی دارن که البته منتقدا بیشتر از اینکه بگن چرا جایزه دادیم به فلانی، میگن چرا به فلانی ندادیم. But in a place where she can visit if she wished mine. قبل از اینکه بریم بهترین بازیگر زن اسکار 2023 رو با هم بالا پایین کنیم، ازتون میخوام که سفر رو سابسکرایب کنیم و حتما اگر نظری دارین برام کامنت بذارین. امیدوارم از این برنامه خوشتون بیاد و یه لایک هم ازتون دشت کنم. اول بریم نگاهی بندازیم به لیست بهترین بازیگر نقش مکمل زن. یکی از کم شانس ترین بازیگرها برای جایزه استفانی شو بود. نه به خاطر توانایی و بازیش، بیشتر به خاطر رقباش. او قبل از بازی در همه چیز همه جا به یک باره نقش کوتاهی بازی کرده بود که شاخص‌ترینشون یه نقش خیلی جزئی توی فیلم ابرقهرمانی شانگ چی و افسانه ده حلقه بود. اما خب در 32 سالگی یک باره خودش رو در جشن آکادمی آواردز در بین نامزدهای جایزه میدید. حضور شو در این لیست میتونه آینده بازیگریش رو دچار تحولات مهم میکنه و به نظرم همین براش جایزه بزرگی بود. خانم هونگ چاو، بازیگر اصالتاً تایلندی سینمای هالیوود، برای بازی در فیلم دوال نامزد دریافت این جایزه بود. هونگ چاو در این فیلم نقش پرستار و بیشتر یه دوست رو بازی میکنه که سعی داره روی چارلی قهرمان بسیار چاق فیلم تأثیر بذاره. خانم هونگ چاو که در سال 2018 برای بازی در فیلم کوچک کردن نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم شده بود، دومین شب بزرگ سینمای خودش رو با کسب افتخار نهایی به پایان نرسوند و باید برای سالهای بعد همچنان نقشه بکشه. آنجلا بسیت که 29 سال برای دومین نامزدی اسکارش صبر کرده بود، خیلی امید داشتش که بعد از موفقیت توی گلدن گلوب و بردن جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن تو شب اسکارم بدرخشه و برای بازی تو فیلم پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه مجسمه طلایی اسکار رو به خونه ببره. اما او که در 66 مراسم اسکار برای ایفای نقش تینا ترنر به گرفتن جایزه اسکار نقش اول زن خیلی نزدیک شده بود، 95 اسکار رو هم دستخالی ترک کرد و باید دید قرار 29 سال دیگه برای نامزدی اسکار صبر کنه یا این اتفاق برای این بازیگر 64 ساله یکم زودتر ممکنه پیش بیاد. اما این اسکار نگرفتن آنجلا بسیت برای مایکل بی جردن انگار خیلی سنگین بود. اون از اون دور فریاد زد هی آنتی آی لاو یو و از تشویق برنده اسکارم خودداری کرد. رفیق جینگش جاناتان مایرز هم که امسال رو با مرد مورچه شروع کرده و سال درخشانی پیش رو دارم توی ماجرا حمایتش کرد. البته صحبت درباره این رفتار مایکل بی جردن هنوز داغه، ولی خب گفته میشه تصویر درستی هم از ماجرا منتشر نشده و بیشتر از این که یه کار یاغیانه باشه یه حمایت خانوادگی ساده بوده که رسانه‌ها تونستن حسابی بزرگش بکنن و با کات زدن ویدیوها قضیه رو هی داغ‌تر کنن. اما یکی از شانس‌های بالای اسکار کری کاندن بود برای بازی در فیلم بنشی‌های نیشرن. این بازیگر 40 ساله ایرلندی که به تازگی برای بازی در این فیلم جایزه بفتا رو هم دریافت کرده بود، از نظر ورایتی و خیلی از نشریات سینمایی شانس اصلی جایزه اسکار نقش مکمل زن بود. اگرچه او توی گلدن گلوب رقابت رو به باسط باخته بود، اما با توجه به سلیقه اعضای آکادمی و قهر همیشگیشون با بازیگرای فیلم‌های ابرقهرمانی به نظر میومد شانس کاندن برای جایزه خیلی زیاد باشه، ولی خب نتونست این افتخار رو به دست بیاره. اما در نهایت برنده جایزه یه سورپرایز واقعی بود، جیمی لی کورتیس. الان که به مراسم اسکار نگاه میکنی میگی خب به حال یکی از اون 7 جایزه همه چیز همه جا به یک باره بود دیگه، ولی خب با اون دوتا رقیب سرسخت، اونم بازیگری که بیشترین سابقه بازیش تو فیلمای هالووینی بوده و دوران طولانی بازیگریش هیچ شباهتی به فیلمای پدر و مادرش تونی کورتیس و جنت لی نداشته، تونست این جایزه رو از چنگ رقباش در بیاره.
در مورد جایزه جیمی لی کورتیس حرف و حدیث زیاد شده، ولی خب به هر حال او بالاخره یه اسکار برای این خانواده سینمایی برمغان آورده. با این اوصاف اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن پرحاشیه ترین جایزه امسال بود. چه کسی واقعا بهترین بازیگر زن سال گذشته بود؟ یه تفاوت اسکار و گلدن گلوب اینجا خودشون نشون میده. اونجا بازیگرا در دو بخش مختلف بررسی میشن. بازیگر فیلم‌های درام یه جا داوری میشن و بازیگر فیلم‌های اکشن و کمدی تو دسته خودشون. برای همین دو تا برنده اصلی گلدن گلوب همیشه بعد برای اسکار با هم در رقابت باشن. Giving a speech as yourself, that is terrifying. اما خب معمولاً شانس با بازیگر برنده گلدن گلوب فیلم‌های درام یارتره. میشل ویلیامز یکی از نامزدای جذاب بهترین بازیگر نقش اصلی زن بود. میشل ویلیامز is nominated for her nuanced performance as a mom in The Fablemans. اونم برای بازی در جدیدترین فیلم استیون اسپیلبرگ فیبلمن‌ها. از ویلیامز نقش‌آفرینی‌های درخشان زیادی به یاد دارید. او 5 بار نامزد اسکار بوده و 2 بار هم گلدن گلوب رو برنده شده. یه جایزه ایمی تو کارنامه‌اش داره و 10 جایزه دیگه روی تاخچه خونه‌شه. او را حتما در فیلم یک هفته با مرلین در کنار ادی ردمین هم به یاد میارید که برای اون فیلم هم نامزد اسکار بود. و همینطور در منچستر در کنار دریا، او و کیسی افلک اون سال هر دو با هم نامزد اسکار بودن که اون سال کیسی افلک از او خوششانستر بود. من نمیدونم که یاز از بروکن تو سوری من نمیدونم. و خب ویلیامز در 5 نامزدی اسکارش هم ناکام موند تا اسمش بره تو لیست ناکامترین های اسکار. آنا دارمس هم یکی از نامزده جذاب بهترین بازیگر زن اسکار 2023 بود برای فیلم بلوندی در نقش مرلین مونرو. آنا دارمس stuns as the iconic Marilyn Monroe in Blonde. فیلم پرحاشیه نتفلیکس که جوری به زندگی مرلین مونرو پرداخته که به علت بی‌پروایی جنسی درجه NC 17 گرفت تا فقط برای افراد بالای 18 سال مجاز باشه. آنا دارمس که با بازی در فیلم ناک ناک در کنار کیانو ریوز پاش به هالیوود باز شد، کم کم با بلید رانر و نایوز اوت خودش رو بالاتر کشید و یه نقش باندگرل هم به رزومش اضافه کرد تا اون بی‌پرواییش رو به همون بازیگری تبدیل کنه که میتونست نقش مرلین مونرو رو در فیلم اندرو دومینیک بازی کنه. نقشی که او رو به نامزدی اسکار و گلدن گلوب هم رسوند. به این ترتیب دو بازیگری که در سالهای اخیر نقش مرلین مونرو رو بازی کردن امسال برای گرفتن جایزه اسکار در رقابت بودن. اونم در حالی که خود مرلین مونرو هیچ وقت نامزد دریافت اسکار نشد. اینم درباره آنا دارمس بگم و پروندهش رو ببندیم که او رو در آوریل پیش رو در درام ماجراجویانه گاستت خواهید دید در سومین نقش آفرینیش در کنار کریس اوانز. Andrea Riseborough plays an alcoholic mom in Two Leslie. Andrea Riseborough چقدر شانس برای اسکار داشت. راستش اینه که خودش هم خیلی روی جایزه حساب نکرده بود، اما وقتی نقش یه مادر مجرد دارمالخم رو بازی کردی که جایزه لاتاری میبره و شانس در خونش رو زده، به این فکر میکنی که شاید هم از گردونه این قمار اسم تو به عنوان برنده در بیاد و به جای تو لزلی این بار بگن تو ریزبروه. این never speak to me again. ولی خب شاید بعضی برنده های این شب اسکار سرنوشتشون مثل فیلم ها بود، اما این در مورد آنزیا لیزبرو صدق نمی کرد و از اولین نامزدی اسکارش چیزی کاسب نشد. یکی از پر افتخارترین بازیگران زن تاریخ سینما آماده بود تا لیست افتخاراتش رو با ثبت یه رکورد کامل کنه. سریع ترین سومین اسکار یه بازیگر زن. کیت بلانشت با 8 نامزدی اسکار که 2 رو هم برده، 4 جایزه گلدن گلوب که یکیش برای همین نقش لیدیا تار بوده و همچنین 4 بفتا خیلی نزدیک این رکورد شده بود. او که اولین اسکارش رو برای بازی در نقش بازیگر افسانه‌ای سینمای کلاسیک کاترین هپبورن به دست آورده بود، خیلی نزدیک بود که رکورد خود او رو جابجا کنه. اما با همه پیش‌بینی‌هایی که ورایتی کرده بود و با گرفتن عنوان زن سال از مجله تایم هم نتونسته و اسکارش رو برنده شه و دستش از این رکورد کوتاه موند. او سال آینده تنها فیلم سرزمین‌های مرزی رو پرده خواهد داشت که بعید او رو به نامزدی اسکار برسونه. اما
اما برنده بزرگ 95مین مراسم آکادمی آوارز خانم میشل یو بود. Michelle Yeoh is having her moment, nominated for Everything Everywhere All at Once. بازیگر مالزیایی که نقش آفرینیش تو سینما را با فیلم‌های رزمی در هنگ کنگ شروع کرده. او در سال 1983 میس گرل مارزی بود و در سال 1997 با حضور در فیلم Tomorrow Never Dies در نقش باند گرل مقابل پیرس برازنان ایفای نقش کرد. اما اوج درخشش او تو فیلم اکشن و نسبتاً فلسفی ببر خیزان اژدهای پنهان بود. جایی که او را تا نامزدی جایزه بفتا هم پیش برد. در این سالها او همچنان به عنوان ستاره فیلم‌های رزمی و اکشن شناخته می‌شد. او را در فیلم‌هایی مثل مومیایی 3، شانگ‌چی و افسانه 10 حلقه و سریال‌های استار ترک دیسکاوری و ویچر بلاد اوریجین هم به یاد می‌آورید. بازی او در نقش اولین وانگ در فیلم همه چیز همه جا به یک باره او را نه تنها به جایزه گلدن گلوب رسوند، بلکه عنوان نخستین زن آسیایی برنده اسکار رو هم براش به ارمغان آورد. Michelle Yeoh. As a child, Michelle Yeoh studied to become a ballet dancer. Thank you. This is a beacon of hope and possibilities. تو لیست بهترین بازیگر زن سال جای خیلی خالی بود که توی ویژه برنامه حتما به این غایبین لیست می‌پردازم. اگر پلیلیست اسکاریا رو دنبال کنین و دکمه زنگوله رو اون پایین بزنین، حتما از انتشار اون برنامه و بقیه برنامه‌ها مطلع میشین. لایک و کامنت هم فراموش نشه.